سلام، من علی رجبی هستم. خیلی از اوقات ممکن این سوال برای شما پیش بیاد که ما چطور میتونیم نورهای موضعی رو بر روی تصویر بسازیم که محو و نرم باشه و بتونه روی قسمت‌های خاصی که ما مد نظر اون هست تاکید بکنه. روش جالبی رو من بهتون میخوام پیشنهاد بکنم که متکی است به استفاده از دو ابزار داج و برن. شما میدونید که ابزار داج ابزاری است برای روشن کردن و ابزار برن ابزاری است برای تیره کردن، ولی به صورت موضعی در حقیقت این دو ابزار به ما کمک میکنن، ضمن اینکه ما میتونیم با استفاده از گزینه اکسپوژر چه در ابزار داج و چه در ابزار برن شدت اعمال ابزار یا شدت نوردهی رو که در تصویر اتفاق میفته کم یا زیاد کنیم. در ضمن کلید آلت سویچ کننده یا در حقیقت تعویض کننده بین داج و برن هست. یعنی اگر من روی داج باشم آلت رو نگه دارم به برن تبدیل میشه، یا اگر روی برن باشم آلت رو نگه دارم به داج تبدیل میشه. بیایم با هم این کار رو انجام بدیم و ببینیم که از چه روش هایی رو باید استفاده بکنیم و چه روش هایی رو باید با هم ترکیب بکنیم تا به این نتیجه خیلی خوب برسیم. برای این کار من یک کپی از تصویرم میگیرم با کلید کنترل جی و اسمش رو به داج و برن تغییر میدم. خب نکته اینجاست که این تکنیک میتونه برای لندسکیپ هم مورد استفاده قرار بگیره، میتونه برای پورترو هم مورد استفاده قرار بگیره و استفاده های متفاوت میتونه داشته باشه. با توجه به نیازم اکسپوژر رو گذاشتم روی 28، حالا میتونم زیادترش بکنم، مثلا 34 اینجا قرار بدم. حتما گزینه پروتکتونز رو البته در این تصویر لزوما روشن میکنم، به خاطر اینکه با فعال بودن گزینه پروتکتونز غلظت رنگی من در هنگام افزایش نور هم حفظ میشه. آلتو نگه میدارم چون روی ابزار داش هستم، میخوام این قسمت ها رو برن کنم، خیلی ساده برن میکنم، یه مقدار اکسپوژر بیشتر میکنم چون شدت بیشتری میخوام. اینجا رو داج میکنم، این قسمت رو برن میکنم، این قسمت داج، این قسمت برن، اینجا رو داج میکنم، اینجا رو برن میکنم، صورتش رو داج میکنم، این قسمت برن، اینجا برای من داج بشه، این دیگه رو برن میکنم و کل بک‌گراند رو هم برن خواهم کرد چون میخوام که بسوزه و تیره باشه. خب اگر من لایه‌ام رو خاموش یا روشن بکنم کاملا تغییرات نوری رو به شکل موضعی میبینید. معمولا سوالی که برای بچه‌ها پیش میاد همینه که این تغییرات به چه صورت اول به وجود میاد و بعدش به چه صورت میتونه نرم بشه. اتفاقی که اینجا رخ میده اینه، بعد از اینکه اصلاحات موضعی رو انجام دادم به صورت نور و روی نور کار کردم، میام در منوی فیلتر، میام در فیلتر بلار، فیلتر گاوزیان بلار رو استفاده میکنم. خب فیلتر گاوزیان بلار میاد و تصویر من رو محو میکنه. خب شدتش رو میتونم توسط گزینه رادیوس کم یا زیاد بکنم. به طور مثال توی این تصویر زیاد میکنم به خاطر اینکه میخوام گستردگی نورم زیاد بشه و نور من خیلی خیلی پخش بشه. شاید عدد 24 مثلا مناسب باشه برای این کار، اوکی میکنم. نکته حائز اهمیت و کلیدی اینجاست که شما زمانی که این کار رو انجام میدید دو روش دارید برای اینکه بتونید این نورهای موضعی رو شکل خیلی خوبی تاکید بکنید. یک، اینکه بلندینگ مود رو تغییر بدید. به طور مثال از روی نورمال میذارم روی مالتیپلای و کاملا این نورهای موضعی خودشون نشون میدن، چه در این قسمت، چه در اینجا، چه در اینجا و و و قسمت‌های دیگه. اما اگر من بخوام این نورهای موضعی رو تلطیف کنم یا کمتر بکنم چیکار باید بکنم؟ خب غالبا ممکنه خیلی خیلی اگزاجره باشه یا اغراق‌آمیز باشه این کاری که من الان انجام دادم. من میام در قسمت چنلز برای اینکه بتونم کنترل بکنم این در حقیقت نورهای خیلی خیلی شدیدی که اینجا دارم رو کنترل بکنم. میام در منوی چنل، در پنل چنلز سعی میکنم کانال رد یا گرین رو، حالا در این تصویر این رد هم هست، این گرینه و این بلو، من رد رو لود میکنم، کنترل رو نگه میدارم، کلیک میکنم تا کانال رد من فعال بشه و بعد کافیه که فقط روی گزینه ماسک کلیک بکنم، روی ماسک کلیک میکنم تا محدوده انتخابی من حذف بشه یا ماسک بشه، اما به شکل کاملا نرم این اتفاق میفته. نکته اینجاست که الان رد من نرم شده و تصویر من اون تصویری که من میخوام نیست. چی کار میکنم؟ روی لایر ماسک فقط کافیست فرمان اینورت رو استفاده بکنم، ایمیج ادجاستمنت اینورت یا کلید کنترل آی. اینورت ماسک من رو معکوس میکنه کنترل آی و من به نتیجه‌ام 100% میرسم. خیلی خیلی ساده نورهای موضعی و نرمی رو ایجاد کردم. حالا اگر قسمت‌هایی رو میخوام برگردونم روی ماسک، ابزار قلم رو برمی‌دارم، به طور مثال اینجا رو میتونم یه مقدار کمتر بکنم افکتم رو، یا این قسمت‌ها رو کمتر بکنم و این نور موضعی رو بسازم به این شکل. البته میتونم بلندینگ مودم رو از مالتیپلای، حالا مثلا فرض کنید به اسکرین هم تغییر بدم و نورهای دیگه‌ای رو به وجود بیارم برای تصویرم که خیلی جذاب باشه. باز میتونم اینجا با استفاده از ابزار ماسک که در حقیقت با استفاده از ماسک و با ابزار قلم
اون قسمت هایی که میخوام یه ذره کمتر بکنم و این نور رو به وجود بیارم. یا در لندسکیپ میتونه برای من به همین شکل که میبینید بسیار بسیار نورهای موضعی رو تشدید بکنه و جذاب بکنه. ضمن این که نکته جالبی که میتونم بهش اضافه بکنم، بعد از اینکه این عمل رو انجام دادم میتونم با استفاده از فرمان بلک اند وایت، حالا به طور مثال در این تصویر میتونه های کنتراست رد به من کمک بکنه، ممکنه در تصویر دیگه های کنتراست بلو به شما کمک بکنه، حالا تغییرش میدم. بلک اند وایت رو اجرا میکنم، بلندینگ مودش رو از نورمال روی مالتیپلای میذارم. برای اینکه شدت بلک اند وایت من و ترکیبش با مالتیپلای کم بشه، ماسک لایه پایین رو در بالا کپی میکنم. چطور میتونم این کار انجام بدم؟ کلید آلت رو نگه میدم، روی ماسکم کلیک میکنم، درگ میکنم، از من میخواد که جایگزین کنم و من هم یس رو میزنم و بعد نگاتیوش میکنم، کنترل آی، تا به این شکل تصویر من اصلاح رنگی هم بشه و از اون رنگ های غلیظ زردش تا حدی کاسته بشه. حالا میتونم اپاسیتیشو کمتر بکنم، به طور مثال بذارم روی 50، اپاسیتی فیلترم رو هم کمتر بکنم، بذارم مثلا روی 75. ضمن این که میتونم باز فیلتر رو با کلید کنترل F اعمال بکنم اگر دلم خواست، یک بار دیگه کنترل F دوباره دیگه میزنم تا تشدید بکنم، یا حتی همین قسمت هم میتونم فیلتر رو باز اعمال بکنم و به این شکل باز ماسکی رو داشته باشم روی این تصویر و با توجه به نیازی که دارم. حالا این قسمت سفید هم رفت، تصویر رو تغییر نوری و نورهای موضعی رو درش به وجود بیارم و ازش استفاده بکنم. علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین.